آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین. آدینه اومد و شما هم به این برنامه خوش اومدین. هفته ای که گذشت همانند بسیاری از هفته های پیشین پر از حادثه ها و رویدادهایی پر از بیم و امید بود. امروز هم مانند آدینه های دیگه میخوایم به کمک آقای منشه امیر به بررسی شماری از مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته بپردازیم. به شما آقای منشه امیر خوش آمد میگیم و پرسش های خودمون رو آغاز میکنیم. منم از شما سپاسگزارم، به شما درود میفرستم، به همه بینندگان و برای ملت ایران نیکبختی آرزو میکنم و امید بسیار دارم که روزهای بهتری رو در پیش داشته باشیم. آمادم، بفرمایید. مسلماً مهمترین موضوع هفته‌ای که گذشت همچنان مسائل اتمی ایران و همون برجام بیفرجام بوده. روز سه‌شنبه پیش رو هم قراره که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده رژیم ایران رو یک بار دیگه مورد بررسی قرار بده. پیش از این هم کشورهای اروپایی رفتار رژیم ایران رو در مورد امور اتمی نکوهش کردند و ده ها کشور دیگه عضو آژانس هم این بیانیه رو مورد تایید قرار دادن. آقای امیر، رویدادهای هفته اخیر در این زمینه رو یک هفته اخیر رو در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، در مجموع اگر حساب بکنیم که نزدیک به 2 ساله، یه روز کمتر، که این مذاکرات اتمی ادامه داره و مرتب زیر و بم داشته، مرتب گفتن که با مشکل روبرو هستیم ولی خوشبین هستیم، تلاش کردند کشورهای اروپایی و ایالات متحده شکیبایی بسیار نشون دادن و حتی در مواردی ما بسیار نگران بودیم که مبادا بخوان امتیازاتی رو به حکومت ایران بدن که امنیت خاورمیانه رو تامین نکنه، راه رو برای رسیدن به بمب هسته‌ای از جانب حکومت ایران کاملا سد نکنه و غیره و غیره. ولی الان خود ایالات متحده، خود کشورهای اروپایی میگویند که احتمال اینکه بتونیم با حکومت ایران به توافق برسیم، یا به عبارت دیگر احتمال اینکه واقعا حکومت ایران بخواد که در مورد برجام و برنامه‌های اتمی به توافق برسیم، به صفر نزدیک شده. علل مختلف داره. اون چه که شما در مقدمتون اشاره کردید، نه فقط ایالات متحده و 3 کشور مهم اروپایی، یعنی به بریتانیا، فرانسه و آلمان بیانیه دادن که رفتار حکومت ایران رفتار درستی نیست و رژیم ایران سرکشی میکنه و نمیخواد که به توافق برسه، این توسط 56 کشور مورد تایید قرار گرفت و همونطور که شما گفتید شورای حکام در جلسه روز سه‌شنبه آیندهش میخواهد که این موضوع رو به بحث و بررسی بگذاره و این وضع نشون میده که وضع چقدر خطرناکه، یعنی حوصله همه تمام شده و دیگه حاضر نیستن که با این مانورهای حکومت ایران کنار بیان و واکنشی نشون ندن. حساب بکنید که دولت آقای بایدن گفته بود که ژانویه امسال، یعنی حدود 7 ماه پیش، آخرین مهلت برای اینکه حکومت ایران بیاد و آمادگی خودش رو برای توافق اعلام بکنه و به این توافق برسیم. ژانویه گذشت، خبری نشد. بنابراین ما الان در وضع بسیار بسیار حساسی قرار داریم از نظر برجام و مذاکرات اتمی. درسته، اشاره کردیم به روز سه‌شنبه. آقای امیر، ارزیابی کنید روز سه‌شنبه شورای حکام علیه رژیم ایران چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا پیش‌بینی می‌کنید که پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرستن و مکانیزم ماشه بلافاصله اونجا به کار بیفته؟ نه، من بعید می‌دونم که پرونده رو به شورای امنیت بفرستن. بعید می‌دونم که در این مرحله بخوان مکانیزم ماشه رو
به کار بیندازن، مکانیزم ماشه یعنی برخورد نظامی و خشونتبار با رژیم ایران. نه آمریکا میخواد که چنین وضعی پیش بیاد، نه کشورهای اروپایی مایلن. فراموش نکنیم که اونها در جنگ اوکراین به شدت درگیر هستن، اوکراین برای اونها بسیار مهمتره تا اتم ایران. شور وقتانه و این است که نمیخواهند که بیایند و وارد درگیری جنگی بشن. البته ایالات متحده گفته است که همه گزینه ها مطرحه، ولی هیچ وقت نگفته است که گزینه نظامی هم روی میز است. در واقع گفته همه گزینه ها، ولی هنوز هم ما گزینه های دیپلماتیک رو ترجیح میدیم. در چنین وضعی حکومت ایران با آگاهی از این وضع به برنامه های اتمیش ادامه میده، به سرکشی هاش ادامه میده و با اینکه ما اطلاعات دقیقی نداریم، بیم آن میره که حکومت ایران هر روز یک گام دیگر به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک میشه و این وضع خطرناکی است که اسرائیل و کشورهای منطقه نمیتونن اون رو تحمل بکنن و بیش از این شکیبایی نشون بدن. بفرمید. رژیم ایران در مورد پاسخ‌های گمراه کننده‌ای که به خواسته های آژانس داده چی میگه؟ چرا حاضر نیست اطلاعات واقعی رو در مورد اون سه تا سایت در اختیار آژانس بگذاره؟ بله، ببینید الان ما با دو موضوع روبرو هستیم که هر دوش بسیار خطرناکه. به اون سه تا سایت اشاره کردید. ببینید طبق پیمان من گزارش سلاح‌های هسته‌ای، هر حکومتی که این NPT رو امضا کرده وظیفه‌شه که تمام سایت‌ها، تمام تأسیسات اتمی خودش رو به آژانس اطلاع بده و اونها رو تحت نظارت آژانس قرار بده. اسنادی که از شوراباد تهران به اورشلیم منتقل شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت نشون داد که دست کم 3 سایت یا شاید 4 سایت وجود داره که حکومت ایران اینها رو از آگاهی آژانس دور نگه داشته، نگفته بهش و در اونجا فعالیت‌های رادیواکتیو انجام گرفته. 1 سال و اندی طول کشید تا حکومت ایران به بازرسان آژانس اجازه داد که برن و این 3 سایت رو ببینن و بازرسی و بررسی بکنن. آمدن و این بررسی رو که انجام دادن تأیید کردن که در اونجا آثار رادیواکتیو کشف شده. به حکومت ایران گفتن که جواب بدید. حکومت ایران گفت ما اصلا اطلاع نداریم، حتما این رادیواکتیو ها رو اسرائیل آمده تو این ساختمان ها کاشته. بعد گفتن نه، اینجا کارگاه تولید برخی چیزای صنعتی بوده که ممکنه آثار رادیواکتیو به کار انداخته. یعنی یک جوابهای دروغی که نمیتونست مورد قبول آژانس قرار بگیره. بازرسان آژانس بچه نیستن، اونها متخصصین امور اتمی هستن. چطوری حکومت ایران میتونه ادعا بکنه که اسرائیل رادیواکتیو را از اورشلیم آورده برده توی ترقوزآباد توی یک ساختمانی محوطه بزرگی انباروار و اونجا این رادیواکتیو رو پخش کرده؟ کی این دروغ رو میپذیره؟ و همینطور در مورد این که بگن بله اینجا فعالیت های صنعتی میشده، ممکنه اون فعالیت ها باعث تولید رادیواکتیو شده، این هم مورد قبول آژانس نمیتونه قرار بگیره. حالا نمایندگان و سخنگویان آژانس اتمی ایران ادعای دیگری مطرح میکنن، میگن این که آژانس از ما پاسخ میخواهد این وجاهت قانونی نداره. یعنی چه وجاهت قانونی؟ شما یک محلی مورد سوء ظن قرار داره، قبلا هم اون رو پنهان نگه داشتید، در اونجا آثار رادیواکتیو کشف شده، شما باید جواب بدید که این رادیواکتیو چی بوده. ببینید این نگرانی در آژانس وجود داره که ممکنه حکومت ایران به موازات اون تأسیسات علمی خودش که بازرسانی در اونجا فعالیت ها رو ظاهرن زیر نظر داشتن که الان هم به حدود 1 سال 1.5 سال دیگه زیر نظر ندارن،
حکومت ایران مخفیانه جاهای دیگه هم فعالیت اتمی میکرده. پاسخگویی به این امر برای آژانس بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه آژانس میخواهد که جلوی هر گونه فعالیت اتمی نامشروعی رو که هدفش تولید بمب هسته‌ای هست بگیره. حالا حکومت ایران میآید میگوید آقایون این پرونده رو ببندیم دیگه، بسه دیگه، چی میخواین از ما، چرا توضیح میخواین، ببندیم این رو و توجهی بهش نکنید. ولی آژانس نمیتونه کنار بیاد. یک بار آمدن و پرونده حکومت رو بستن ولی دیدن که نتیجه نداره، و اون موقعی بود که اسنادی کشف شد که نشون میداد مهندسین حکومت ایران طراحی میکردن که چطوری بمب رو به طوری بسازن که در کلاهک موشک بتونه قرار بگیره، و به این کاملا این اسناد نشون میداد که هدف حکومت ایران تولید بمب هسته‌ای و نه انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز. اون رو آژانس بس صرف نظر کرد. حالا میگن این ستارم ببندید که بشه باتون به توافق برسیم. مسلمه که آژانس نمیتونه این رو بپذیره، و حتی اگر آمریکا بخواد نمیتونه روی آژانس فشار بیاره که بپذیره و کنار بیاد. مسئله پرسیدین که آیا مکانیزم ماشه به کار خواهد افتاد و قضیه به شورای امنیت خواهد رفت، و من جواب رد دادم. یکی از عللش سیاست دولت روسیه است. حکومت روسیه میکوشد که در امور اتمی، روسیه نمیخواد که رژیم ایران بمب هسته‌ای داشته باشه، مطلقا نمیخواد، ولی در شرایط کنونی جنگ اوکراین و همکاری های نظامی بین حکومت ایران و ارتش روسیه و غیره، روسیه هم الان پشت سر رژیم ایران قرار گرفته و مسلما تلاش خواهد کرد که پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشه، و اگر هم تصمیم بگیرن که مکانیسم ماشه رو به راه به کار بیاندازن، مسلما با وتوی روسیه روبرو خواهد شد. بفهمید. آقای امیر، اجازه بدید لحظاتی از برجام بیرون بریم و به یک موضوع داخلی ایران بپردازیم، و اون شایعات گسترده‌ای که در مورد مرگ خامنه‌ای مثل یک جرقه آتش در میان یک بوته کاه شعله‌ور شد و سراسر ایران رو فرا گرفت. بله، مسلم این است که ببینید مردم ایران انقدر اشتیاق دارن که این حکومت پایان بگیره، و موقعی که خامنه ای از این دنیا بره احتمال خوبی برای تغییر رژیم در ایران وجود خواهد داشت. ایرانی ها تشنه هستن، منتظرن، هر لحظه منتظرن که خامنه ای بمیره و اوضاع تغییر بکنه و این نظام به فروپاشی دچار بشه. این یک امر بسیار طبیعی هست در مورد ایرانیانی که خواهان تغییر رژیم هستند. از سوی دیگر سابقه خاورمیانه به ما نشون داده که گروه های اپوزیسیون از انتشار شایعه مرگ رهبر رژیم بهره برداری سیاسی میکنن، میخواهند که به مردم دلگرمی بدن و یا باعث بلبشو بشن در داخل رژیم، و ما این رو در مورد حافظ اسد، پدر بشار اسد در سوریه بارها دیدیم که خبر میدادن که مرد. البته مرد، بالاخره مرد، ولی چند بار همینطوری شایع کردن که مرده. در مورد صدام حسین، در مورد رهبران دیگر، ببینید مرگ خامنه ای یک امر طبیعی است. هم سنش خیلی بالاست، هم سابقه سرطان پروستات داشته که معالجه کردن، هم بیماری های دیگر درونی داشته. بعد ما میبینیم که در ماهای اخیر حافظش رو داره از دست میده، بعضی مطالب رو اشتباه بیان میکنه، بعضی تصمیماتش خارج از هر گونه منطقی هست. اینا همه درسته، من قبول دارم، ولی اینکه خامنه ای مرده و حکومت از انتشارش خبرش جلوگیری میکنه به نظر من نمیتونه قابل باور کردن باشه و مطمئن باشه. مسلما
این روز فرو و فرا خواهد رسید. بفرمایید. بپردازیم به امور ایران و اسرائیل. در هفته‌ای که گذشت تقریبا همه سران سیاستمدارای اسرائیل، حتی رؤسای امور امنیتی و نظامی علیه رژیم ایران صحبت کردند. دوباره تهدیدهای جنگی رو ابراز کردند. خبری در راه آقای امین؟ ببینید، اولا در مورد این سلسله تهدیدها و هشدارهایی که بهشون اشاره کردید، باید بگویم که دانشگاه رایخمن در مرکز اسرائیل نزدیک تل آویو سالیانه یک کنفرانس سالیانه بحث درباره تروریسم در عالم برگزار میکنه و این نشست سالیانه هم هفته پیش برگزار شد. بسیار طبیعی است که وقتی شما از تروریسم در عالم و خطرات اون سخن میگید، به انگشت اتهام متمرکز میشه به سوی حکومت ایران، چون رژیم ایران تروریست پرورترین حکومت جهانه و بیشترین نهادهای آدمکشی رو مدیریت میکنه، اونها رو به وجود آورده، بهشون پول میده، بهشون اسلحه میده و غیره و غیره. معمولا در یک چنین همایش سالیانه بسیار مهم دعوت میکنن از وزیر دفاع اسرائیل، رئیس موساد یعنی سرویس امنیت خارجی اسرائیل، رئیس شبک سرویس امنیت داخلی اسرائیل، رئیس امان رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل و غیره و غیره، و همه اینها سخنرانی میکنن. سخنرانشون هم به زبان انگلیسیه، در سراسر دنیا هم پخش میشه و بنابراین خیلی طبیعی است که ما در ظرف یک روز یا دو روز که این کنفرانس ادامه داره بیشترین تهدیدها و هشدارها رو علیه حکومت ایران و فعالیت‌های تروریستی اون میشنویم. یک امر طبیعی است. بنابراین نه، میتونم بگم که خبری در راه نیست، ولی خیلی خبرها در راهه، به خاطر اینکه تلاش اسرائیل ادامه داره برای اینکه دولت پرزیدنت بایدن رو متقاعد بکنه که کنار نیایید با حکومت ایران، بهشون امتیاز ندید، بهشون پول ندید، پول ندید به اینها، به خاطر اینکه اگه پول بدید صرف رفاه مردم ایران که نمی کنن، فعالیت های تروریستیشون رو بیشتر میکنن، دزدی هاشون کلانتر میشه. بنابراین پول ندید به حکومت ایران. بعدم میخواید در مورد برجام به توافق برسید. چرا میخواید به توافق برسید؟ چون میخواهید که برنامه های اتمی حکومت ایران رو متوقف کنید. درسته؟ اگر میخواهید برنامه های حکومت ایران رو متوقف بکنید، باید همه سانتریفوش های جدید رو جمع بکنید و از ایران خارج بکنید. آیا این کار رو خواهند کرد؟ آیا حکومت ایران به این کار تن خواهد داد؟ و علاوه بر این به سخنرانان تأکید کردن که حکومت ایران از طریق حزب الله و جهاد اسلامی و حماس و دیگران میخواهد که به اسرائیل آسیب برسونه و میگویند که ما مواظبیم، خطرات رو میشناسیم، زیر بار نخواهیم رفت، بهشون اجازه نخواهیم داد و به شدت واکنش نشون خواهیم داد. فعلا خبری نیست، به خاطر اینکه اسرائیل هنوز در انتظار که این تلاش های بین المللی به نتیجه برسه. اگر ایالات متحده، کشورهای اروپایی، شورای حکام آژانس بین المللی و دولت های فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام بکنن که مذاکرات شکست خورده، اون موقع اسرائیل ممکنه که به یک اقدام نظامی دست بزنه. فراموش نکنید که الان ماهای مدید است که فعالیت اتمی ایران بدون هیچ گونه نظارت بین المللی ادامه داره. بعضی از کارشناسان میگویند که حکومت ایران روزی که تصمیم بگیره که بمب رو بسازه، یعنی خامنه‌ای دستورش رو بده اگه هنوز زنده باشه، در ظرف مدت بسیار بسیار کوتاهی رژیم ایران بمب رو خواهد داشت. اسرائیل این جریانات رو دنبال میکنه، هوشیاره، از امنیت خودش دفاع خواهد کرد و این ولی هنوز موقعش نرسیده، هنوز یک فرصتی وجود داره. بفرمید.
آقای امیر، تا دیروز شما ارزیابی میکردید که اسرائیل در تلاش برای جلوگیری از امضای یک توافق بد به نام برجام تلاشاش نتیجه بخش نبوده، ولی در روزهای اخیر تصور بر این هست که این کوشش های اسرائیل داره به نتیجه میرسه و کشورهای اروپایی و آمریکا از رسیدن به توافق برجام ناامید شدن و احتمال رسیدن به توافق تقریبا به صفر نزدیک شده. بله، کاملا درست میگید. من در سخنان پیشینم هم گفتم که تا دیروز این نگرانی در اسرائیل وجود داشت که دولت آقای بایدن ممکنه کوتاه بیاد، ممکنه امتیازات بیش از حدی به حکومت ایران بده، ممکنه به یک برجامی برگرده که اصلا دیگه ارزش نداره، برجامی که مرده و حتی اگرم دوباره امضا بشه هیچ فایده ای نداره. آیا حکومت ایران همونطور که پرسیدم سانتریفوژ ها رو از ایران خارج خواهد کرد؟ آیا الان میگن که 4000 کیلو اورانیوم غنی شده آماده تولید بمب هسته‌ای داره؟ آیا از اون صرف نظر خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ و همونطور که قبلا هم گفتیم، همین که اروپایی ها دیگه کاسه صبرشون لبریز شده، علیه حکومت ایران بیانیه میدن، بعد این بیانیه با یک اکثریت بزرگ کشورهای عضو شورای حکام روبرو میشه، بعدم سه‌شنبه یا آینده قرار است که درباره اتم ایران گفتگو بشه، اینا همه نشون میده که احتمال داره بسیار بسیار ضعیف میشه. یه موضوع دیگر رو هم باید در نظر گرفت و اون انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکاست که پرزیدنت بایدن بعید میان نماد که در این مدت چند هفته‌ای که تا اون انتخابات باقی مانده بیاید و با حکومت ایران به یک نوع توافق برسه، و بعد از این انتخابات هم ممکن است که حزب جمهوری خواه اکثریت دولت رو، یعنی سنا و مجلس نمایندگان کنگره رو به دست بیاره و اون موقع کار آقای بایدن هم سخت‌تر خواهد شد. بنابراین امروز که ما با هم صحبت میکنیم میتونیم بگیم که احتمال رسیدن به یک توافق تازه، توافقی که بتونه حکومت ایران رو از ساخت بمب هسته‌ای منصرف بکنه، بسیار بسیار ضعیف شده. بفرمایید آقای امیر، رسانه‌های داخلی در ایران در این زمینه چه واکنشی نشون میدن؟ ببینید این رو به رسانه‌ها رو بعد به دو گروه تقسیم کرد. یکی رسانه‌هایی که وابسته به حکومت هم، مثل روزنامه کیهان، مثل روزنامه جوان، اینها خرسندن و علنا می نویسن اصلا ما به برجام نیازی نداریم، اصلا NPT چیه؟ من نشر سلاح‌های هستی از تونم خارج بشیم و اینها ابراز خرسندی میکنن. گروه دوم نشریه های روزنامه های غیر دولتی هستن و اونها علنا میپرسن که اگر توافقی به دست نیاد، اگه تحریم ها برداشته نشه، تکلیف ملت ایران چه خواهد شد؟ مردم الان آب ندارن، نون ندارن، دارو ندارن، هیچی ندارن، خونه ندارن، کرای خونه انقدر سنگینه که نمیتونن، پشت بام خوابی میکنن، گور خوابی میکنن، خیابان خوابی میکنن. این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این است که روزنامه های غیر دولتی علناً ابراز نگرانی میکنن، ولی گوش حکومت به این حرفا مطلقاً بدهکار نیست. بفرمایید. یک موضوع جنجال برانگیز همین اخباری که به نظر میاد موردی هست که مرورش بکنیم، فساد چند صد میلیون دلاری در صنایع فولاد مبارکه اصفهان و مطالبی از این دست هست که افشای این واقعیته که هنوز دزدی ادامه داره. اینا در حالیه که مقامات و آقازاده ها، بچه های مقامات ارشد در خارج از کشور در آمریکا و کانادا مقیم شدن. بله خانم نگار، این هیچ جای تعجبی نداره.
شما از فولاد مبارکه گفتید، بعد الان همین هفته پیش بود که خودمون اشاره کردیم که خود مقامات رژیم گفتن 32 میلیارد دلار پول ناپدید شده، هیچ کس نمیدونه که این پول کجا هست. بعدم گفتن که چند میلیون سکه طلای بهار آزادی هم ناپدید شده. اینها دزدی های خیلی کلانتری هست تا اون مبلغ بسیار کلانی که در صنایع فولاد مبارک اصفهان چیز شده، نابود شده یا به عنوان رشوه به دیگران پرداخت شده. و حالا همونطور که شما هم گفتید یه افتضاح دیگه هم پیش آمده و اون این است که فرزندان بسیاری از مقامات حکومت میآیند و در کشورهای غربی به ویژه در کانادا و ایالات متحده زندگی میکنند، کسب و کار دارند، زندگی پر تجملی دارند و مردم ایران از خودشون میپرسن چطور ممکنه که شما میگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، و در همان زبان هم بیشترین سختی ها رو برای ملت ایران به وجود میارین، بعد به آقازاده های خودتون میرن در کانادا و آمریکا خوش میگذرونن، ثروتمند میشن، زندگی مرفعی دارن، مسلماً آب و نون و دارو هم به وفور براشون پیدا میشه، بعد شما به ملت ایران میگید که قربانی بده، وفادار باش، تحمل بکن سختی ها رو، چرا بچه های خودتون این کار رو نمی کنن؟ این نشون میده که ما با یک رژیم درو و درنگ روبرو هستیم که مرگ رو میخواد برای ملت ایران، ولی خودش میخواد که زنده بمونه و در رفاه زندگی بکنه. به یادآوری میکنیم در جنگ 8 ساله با عراق هیچ کدوم از آخوندهای مهم یا مقامات ارشد رژیم بچه های خودشون رو به جبهه نفرستادن. شاید مثلا یه مورد دو مورد بوده که فرزند یکی از این کله گنده های رژیم هم در جنگ کشته شده، ولی در مجموع اونها هم از جنگ 8 ساله فرار کردن و الان هم بچه های خودشون رو میفرستن به کانادا و ایالات متحده که در رفاه زندگی میکنن. و وقتی هم ازشون میپرسید که چرا این کار رو میکنید، میگن نه ما اینا رو میفرستیم اونجا که تحصیلات عالی بکنن و دانش غرب رو بدزدن و بیارن به ایران. دروغ میگن، به خاطر اینکه اکثر قریب به اتفاق این آقازاده ها تحصیل نمیکنن، بلکه کسب و کار دارن، زندگی مجلل دارن، خونه های خیلی بزرگ دارن و ایران برگردم نیستن. مگه آزار دارن الان زندگی به این خوبی رو بذارن بیان به حکومت؟ این است که رژیم روز به روز برملاتر میشه، آشکارتر میشه و اون تزویر و دورنگی و ریا مسلمتر و آشکارتر میشه و این رو مردم ایران میبینه و به خشم میاد که چگونه اینها انسانها رو به حساب نمیارن، همه چیز رو، همه رفاه رو برای خودشون میخواهند و همه پولهای ایران رو یا میدوزن و یا به سازمانهای ترور میدن. بفرمید. آقای امیر، از مهاجرت آقازاده ها به آمریکا و کانادا صحبت کردیم و از فرار سرمایه ها از ایران. خنده داره که رژیم اعلام کرده از سرمایه گذاری خارجی در کشور استقبال میکنه، حتی حاضره که به سرمایه گذارا گذرنامه ایرانی بده، پاسپورت ایرانی براشون صادر بکنه. آقای امیر، شما حاضرید برید در ایران سرمایه گذاری کنید؟ ببینید دو موضوع خنده داره. یکی این است که میگوید بیاین و در ایران سرمایه گذاری کنین، و این در حالی که پولهای ایرانیان مرتب از کشور خارج میشه. بعد هم میگه که ما به شما خیلی لطف میکنیم، بهتون گذرنامه ایرانی میدیم. این حاتم بخشی مال خودشون. گذرنامه ایران با کمال تأسف و تعلم چه ارزشی امروز در دنیا داره که یک سرمایه گذار خارجی بخواهد بیاید و گذرنامه ایرانی داشته باشه و با گذرنامه ایرانی سفر بکنه؟ این یکی. دوم، در مورد سرمایه گذاری بیگانه در داخل ایران، شما فراموش میکنید که سر سرمایه های داخل کشور چه آوردن
و همه رو خودشون تصرف کردن، آیا همین سرنوشت رو هم میخواهند بر سر سرمایه های دیگران بیارن؟ بعدم سرمایه برای اینکه در یک کشوری به کار بیفته و ثمرات مثبت داشته باشه، باید امنیت باشه، باید قانون باشه، باید نظم و ترتیب باشه، باید حکومت قابل اعتماد باشه. هیچ کدوم از اینها در حکومت ایران وجود نداره. بعدم به خامنه ای نگید. اگر خامنه ای مرتب میگفت خودکفایی خودکفایی خودکفایی، حالا میایند و از سرمایه‌داران خارجی التماس میکنن میگن بیاید تو ایران سرمایه گذاری بکنید. من یه توصیه دارم براشون، چند تا نهاد ثروتمند در رژیم ایران وجود داره، به اونا بگیم بیان سرمایه گذاری کنن. بنیاد مستضعفین، بنیاد 15 خرداد، سپاه پاسداران و غیره و غیره، ده ها آستان قدس رضوی هست، اینا بزرگترین پولداران حکومت ایران هم، به اونا بگید که بیاین و در پروژه های مختلف سازندگی و تولید در ایران سرمایه گذاری کنن. نمیان، چون میدونن که فایده ای نداره. ناموسن نمیدونم این کله خراب پشت فرمون بشینم، این افکار پرید از کجا میاره میندازه تو ذهنم درگیرم میکنه. الان من برده به 1400 سال پیش، صدر اسلام متازه مسلمون شده، شعب ابی طالب، تحریم، تبعید، گشنه، خسته، آواره با بقیه مسلمونا. بعد یه لحظه ایوروور نگاه کنم، یه روز ببینم که پسر ابوذر غفاری نیست، از بغل دستیم که اونم تازه مسلمون شده و اونم تحریمه، بپرسم میگم پسر ابوذر کجان؟ بگه ها پسر ابوذر برگشته مکه، داره تحریما رو دور میزنه. درسته حالا کنار مشرکین قریشه، ولی خب داره گولشون میزنه، تحریما رو دور بزنه. اینوری نگاه کنی ببینی مثلا پسر عمار یاسر نیست. پسر عمار کجان؟ بگه اون رفته بلاد روم، اونجا داره تحصیل میکنه، درس میکنه که بعد با علم و دانشی که از بلاد کفر میاره ما بتونیم مشرکین رو شکست بدیم. پسر عمر کجان؟ ها اون رفته بلاد حبشه، حقیقتش رفته خرید کنه، نوه داره گیرش میاد و خب رفته اونجا، جوونه دیگه. امر بهش نگفت نرو؟ چرا؟ امر گفت نرو، ولی خب گوش نداد. پسر زید کجان؟ فلان جان. سلمان فارسی کجان؟ آه اون نه، اون یه خورده سنش بالان که سالت داره و رفته مصر برای تبابت. این کله خراب الان داره به ما میگه تصور کن که تو اگه تو اون موقعیت بودی و تازه مسلمون شده باشی و ببینی اینا این کار میکنن، آیا مسلمون میموندی، مقاومت میکردی تو شعب ابی طالب، یا بر میگشتی به دامان ابالهب و هند جگرخوار؟ واقعا من نمیدونم با این کله خراب چیکار کنم. افکار میاد چیکارش کنم؟ فکر دیگه میتونم میگه جلوشو بگیرم، فکر میاد ذهنتو درگیر میکنه، نمیذاره اصلا کارت انجام بدی. حالا یه چی جدید یادم اومد، نمیذاره، گفتم نمیذاره، مجبورم وایسم بهتون بگم. الان باز بهم میگه تصور کن تو شعب ابی طالبی، تحریمی، ماکرونی و نون گیرت نمیاد، بعد یه مسلمون دیگه رو باز همونجا تو شعب ابی طالب ببینی داره گوشت و مرغ و همه چی و اینا گیرش اومده، بگی چرا این باید اینطوری بخوره، من این بدبختی ها رو بکشم؟ میگن نه خب اون باید قوی باشه که بتونیم ما مشرکین رو شکست بدیم. آقای امیر ببخشید که موضوع رو با ترتیبای مختلف میپرسم، ولی شاید این پرسش هم به ایران مربوط بشه و اون سفر فرمانده ارتش مراکش به اسرائیل، آیا این میتونه به نحوی دیداری باشه که علیه رژیم ایران هم باشه؟ اگر من در پاسخ بگم که در روزهای اخیر وزیر دفاع یکی از امیرنشین‌ها هم از اسرائیل دیدن کرده، میتونه بله مسلماً با حکومت ایران هم مربوط میشه. ولی بیاید اول راجع به مراکش صحبت کنیم. ببینید مراکش حدود
کمتر از 2 سال پیش با اسرائیل قرارداد کامل صلح امضا کرد. گرچه هنوز سفارتخانه ها به طور رسمی برپا نشده، ولی حضور سیاسی و دیپلماتیک هر دو کشور در پایتخت های یکدیگر بسیار چشمگیره. مراکش از نظر امنیتی مورد تهدید برخی از همسایگان خودش قرار داره، به ویژه الجزایر. و همچنین حکومت ایران بارها تلاش کرد که در مراکش فعالیت های تخریبی داشته باشه. این است که بله به اسرائیل مربوط میشه و این همکاری بین اسرائیل و مراکش از نظر نظامی و امنیتی میتونه بسیار پربار باشه. و سفر فرماندهان ارتش های امیرنشین ها هم از به اسرائیل یکی از اقدامات اساسی هست برای برپایی اون ناتوی خاورمیانه و در واقع به صورت محدودتر میتونم بگم یک شبکه راداری که بتونه با پهپادهای حکومت ایران مقابله بکنه و امکان نده که این پهپادهای انتحاری خودشون رو به امیرنشین ها یا داخل اسرائیل برسونن و موجب آسیب بشن یا موجب هلاکت و مرگ افراد بشن. این منافعی است که ایالات متحده هم در مورد قرارگاه های نظامی خودش در خاورمیانه نشون میده و قرار است و این فعالیت ادامه داره که یک نوع همکاری امنیتی و نظامی بین اسرائیل و کشورهایی که ازشون نام بردیم برقرار بشه علیه حکومت اسلامی ایران. بفرمایید. اجازه بدید در اسرائیل بمونیم، به یک درگیری مسلحانه اشاره کنیم که 2 شب پیش رخ داد. در جریان این درگیری 2 تروریست فلسطینی که قصد رخنه‌یابی به اسرائیل رو داشتن هلاک شدن و همزمان 1 سروان اسرائیلی هم جان باخت. آیا شما احساس می‌کنید آقای امیر در هفته‌های اخیر اوضاع امنیتی در کرانه باختری که قلمرو حکومت خودگردان فلسطینیه بحرانی تر میشه؟ بله مسلم، بله شما کاملا درست میگید. ارزیابی کارشناسان نظامی و امنیتی در اسرائیل این است که الان ما هرچه زمان بگذره این تای تخریبی بیشتر میشه و شمار بیشتری از افراد فلسطینی به گروه های ترور میپیوندن و ممکنه که ما بحران امنیتی بزرگتری رو در اسرائیل در راه داشته باشیم. و علامتش این است که در 2 شهر جنین و نابلس مرتب فعالیت های مسلحانه گروه های تروریستی فلسطینی جریان داره و اسرائیلی ها اقدامات شدیدی میکنن که این رو محدود بکنن. آنچه که در مورد حادثه‌ای که بهش اشاره کردید رخ داد، همونطور که گفتید متاسفانه 1 سروان اسرائیلی هم جان خودش رو فدای دفاع از میهنش کرد. اون 2 تروریست قصد داشتن که وارد خاک اسرائیل بشن از کرانه غربی و به عملیات آدمکشی دست بزنن و اسرائیل در طول مرزهای خودش با کرانه باختری فعالیت امنیتی بسیار گسترده داره. ولی آنچه که این رویداد رو وخیم‌تر میکنه این است که یکی از اون 2 تروریستی که هلاک شدن عضو سازمان امنیت کرانه باختری یعنی حکومت خودگردان فلسطینی بود که قاعدتاً و طبق قراری که بین طرفین وجود داره با اسرائیل همکاری های امنیتی گسترده‌ای داره علیه تروریست هایی که متعلق به حماس و جهاد اسلامی و سازمان های دیگر هستن. یعنی از 1 سو حکومت خودگردان فلسطینی کمک میکنه و همکاری میکنه با اسرائیل علیه انجام برنامه های تروریستی فلسطینی، از طرف دیگه ما میبینیم که برخی از افراد متعلق به این نهاد امنیتی حکومت خودگردان میآیند و با ترور فلسطینی همکاری میکنن و حتی خودشون برنامه های تروریستی طراحی میکنن که
بیاین وارد خاک اسرائیل بشن و به مردم، به افراد غیر نظامی آسیب برسونن و در حد امکان اونها رو بکشن. بنابراین ارزیابی میشه الان در اسرائیل که در ماهای آینده ممکنه که وضع وخیم‌تر بشه. یادآوری میکنم که ما به زودی سال نو عبری رو برگزار میکنیم، بعد از اون یک جشن دیگر یهودی وجود داره و معمولا در ایامی که یهودیان و اسرائیلی ها به برگزاری این اعیاد مشغول هستند، فعالیت های تروریستی هم افزایش پیدا میکنه. شما فکر کنید یه نفر که قوی تر از شماست، شما رو به زمین زده، کتکتون میزنه، شما هیچ توانایی که یقش رو بگیرید یا آسیبی بهش بزنید ندارید. اما کم پیش میاد که در حالی که دارید کتک میخورید چیزی بگید که طرف مقابل آب کنید از خجالت. سیف فرغانی همچین موضعی داره، یک شعری داره، سه بیت رو من براتون میخونم. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سوم خرام شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. ببینید، هم شکست خورده، هم تأسف به شکست میخوره، هم قوم غالب رو داره تحقیر میکنه. اجازه بدید اشاره ای هم به جنگ اخیر جمهوری آذربایجان با همسایش یعنی جمهوری ارمنستان نگاهی بندازیم. این بار آذربایجان دستاوردهای نظامی مهمی داشته به نظر، این در حالیه که رژیم ایران اهالی آذربایجان رو که اکثرا مسلمان شیعه هستن بهشون پشت کرده و دوباره به پشتیبانی از ارمنستان پرداخته. این جریان چه بازتابی در موقعیت منطقه‌ای و جهانی رژیم ایران خواهد داشت؟ بله، متشکرم که این موضوع رو مطرح کردین و این یک بار دیگه نشون میده که این رژیم چقدر بی‌لیاقت، بی‌کفایت، نفهمه، نمیدونه جریانات سیاسی دنیا چی هست. اولا به درستی اشاره کردید که آذربایجان هم مسلمانن و هم شیعه هستن. حالا حکومت ایران که ادعا میکنه که رهبر جهان اسلام میخواد بشه، حکومت ایران که ادعا میکنه مسلمانان فلسطینی که همشون بدون استثنا همشون اهل تسنن هستن، میگه ما حافظ و نگهبان و پاسدار اونها هستیم، میآید فلسطینی تروریست رو بهش میچسبه، بهش پول و اسلحه میده، ولی از آذربایجان مسلمان شیعه دور میشه، میره با ارمنستانی که ضد یک جمهوری مسلمان شیعه هست همکاری میکنه و بهشون یاری میرسونه. بله، درست گفتید، آذربایجان یک پیروزی های نظامی چشمگیری داشت که حکومت ایران رو هم نگران کرده و این روابط بین آذربایجان با اسرائیل رو قوی تر میکنه. اسرائیل حضور نظامی، نه حضور نظامی بلکه حضور تسلیحاتی بسیار گسترده‌ای در جمهوری آذربایجان داره. رژیم ایران ادعا میکنه که سراسر خاک جمهوری آذربایجان در اختیار موساد اسرائیل قرار داره که جاسوسی میکنه، اطلاعاتی رو جمع‌آوری میکنه، بعدم گروه فرافکن و دروغ پرداز ضد اسرائیلی وابسته به رژیم ایران ادعا میکنه، میگه بله اسرائیل نهادهای متعددی رو در آذربایجان شمالی برپا کرده به هدف اینکه آذربایجان جنوبی رو از ایران تجزیه بکنه، که این دروغ محضه. در حال حکومت ایران یک بار دیگر روی برگ بازنده شرط بندی کرده و آن کسی که سود میبره، کشوری که از این پیروزی آذربایجان سود میبره، در واقع ترکیه هست و مخالفان رژیم ایران. بسیار متاسفیم، ولی این جریان یک بار دیگه نشون میده که اینها چقدر نادان و بیکفایتن و محاسباتشون در امور بین المللی محاسبات اشتباهی است. خانم نگار،
آقای امیری، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران هشدار داده که رژیم ایران نوعی پهپادهای انتحاری ساخته که میتونه بیاد روی آسمان اسرائیل و دو شهر بزرگ کشور شما، یعنی تل آویو و حیفا، رو با خاک یکسان کنه. اسرائیل نمیترسه از این تهدید؟ ببینید، اسرائیل هر تهدیدی رو جدی میگیره و براش راه حلی رو میکوشه که پیدا بکنه. ببینید، این آنچه که گفتید یک نوع رجزخانی، ژاژخواهی، نمیدونم پوز دادن بیخودیه و اصلا خنده‌دار این حرف. بله، حکومت ایران پهپادهای انتحاری داره که میتونن خودشون رو به روی هدف برسونن، بعد یه دفعه روی هدف سقوط بکنن، منفجر بشن و به هدف آسیب برسونن. نمونش هم ما در جنگ روسیه با اوکراین دیدیم که شماری از این پهپادهای که از ایران خریدن چطوری سقوط کردن و اون ماموریتی رو که انتظار میرفت نتونستن انجام بدن. من نمیگم پهپادهای رژیم ایران بده، خیلی هم کیفیتش به طور نسبی البته کیفیتش بالاست و خطرناکه و باید ازش احتراز کرد، ولی این که بیاین و بگوین که ما پهپاد انتحاری میفرستیم که حیفا رو نابود بکنه، تل آویو رو نابود بکنه، آخه نمیخوام حرف بدی بزنم، به ما بگید که چند تا پهپاد لازمه که بیاد یک شهر بزرگ رو نابود بکنه، 1000 تا، 2000 تا، 5000 تا، چقدر؟ هر کدوم از این پهپادهای شما چند کیلوگرم یا چند تن مواد منفجره میتونه با خودش حمل بکنه؟ این یکی. دوم این که این خالی بندیه، این تهدید تو خالی رژیم ایرانه. الان اسرائیل در سالهای اخیر، در 7 سال اخیر، حدود 2000 تهاجم هوایی نسبت به هدفهای حکومت ایران در سوریه انجام داده. تا به حال شما هیچ واکنشی نشون ندادید. چرا نشون ندادید؟ به خاطر اینکه اگه بخواید از اسرائیل انتقام بگیرید، اون موقع رویارو میشین، مستقیما با اسرائیل رویارویی پیدا میکنین و اون موقع شما به شدت زیان خواهید دید. من نمیخوام رجزخوانی بکنم بگم که اسرائیل چقدر قدرت نظامی داره که به رژیم ایران آسیب برسونه، ولی قدرت داره، قدرت داره. چرا شما تا به حال هیچ واکنشی نسبت به این عملیات تهاجمی اسرائیل در سوریه نشون ندادید؟ به خاطر اینکه میترسید، به خاطر اینکه صلاح خودتون نمیدونید. حالا میایید و ادعا میکنید، میگید بله ما پهپاد میفرستیم که این دو شهر رو ویران بکنه. شما یادتون رفته نمیدونید که بیش از 100,000 موشک به حزب الله لبنان دادید که هزاران یا لاقل 1000-2000 تا از این موشک ها نقطه زن هستن که میتونن به اسرائیل آسیب برسونن. فراموش کردین؟ چرا از اون نام نمیبرین؟ حالا میان میگین که ما یه دونه پهپاد رو میفرستیم که اسرائیل رو نابود بکنه. اینها جدی نیست، اینها نشون میده که اینها حتی در امور تبلیغاتی هم خرد لازم رو ندارن. ولی باز تکرار میکنم، از نظر اسرائیل دشمن را نباید حقیر و بیچاره شمرد. اسرائیل این خطرات رو واقفه و براش راه حل پیدا میکنه و همون شبکه راداری بسیار گسترده که بهش اشاره کردیم پیشتر که قرار است که اسرائیل با امارات، با امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس امضا بکنه و احتمالاً اردن و مصر و مراکش هم در اون عضویت خواهند داشت، این یکی از وسایل و اقداماتی است که اسرائیل برای رویارویی با پهپادهای انتحاری حکومت ایران تهیه کرده و در حال تکمیل است. خانم نگار، آقای امیر، مطالب بسیار دیگه ای هم وجود داره که میخواستیم با شما در میون بذاریم، ولی به همین اندک بسنده میکنیم. این آدینه رو هم پشت سر میگذاریم و کاربرایی که میخوان برنامه های پیشین ما رو ببینن میتونن به وبسایت ایران و اسرائیل مراجعه کنن. وبسایت ایران و اسرائیل با این نشانی
radis.org. تکرار میکنم radis.org. سپاس از شما آقای منشه امیر، همراه ما بودید. سپاس از شما خانم نگار و باز آرزوی نیکبختی برای ملت ایران، ملتی که هرگز نخواهد مرد. تشکر. هوا نگیل، هوا نگیل، هوا نگیل، بنم اسم خدا. شوقی در دل پیدا، شوری در سر برپا، عشقی جنون افزا به بزم ما. سرخ از ساغر ما، سبز از باور ما، غمها شود رسوا به رسم ما. با هم اگه باشیم یه صداشیم، دل بی پروا که رها، شب بی رویا، همه سرخوش مثل کولی ها. اگه کوهیم دل ما دریا، برو هر جا که دلت گفت دل تو دریا. آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین.